به شما عزیزان در هر کجای ایران و جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشسته اید سلام. جمشید چالنگی هستم، این بار از لس آنجلس با شما عزیزان خواهم بود در ساعت پیش رو، چون پنج شنبه شبهای دیگر در این شماره از تفسیر خبر نیز در نیمه نخست میپردازیم به اخبار و مسائل کارگران ایران. چرا کارگران ایران علارغم زحمت بسیار و علارغم تلاش هایی که در سازندگی کشورشان دارند قادر نیستند سفره‌ای در خور برای خود و خانواده خود داشته باشند؟ چرا حکومت دینی ایران از تأمین حقوق کارگران که بر موازین بین المللی و نیز بر موازین قانون کار حتی در ایران وجود دارد خودداری می‌کند؟ آینده کارگران ایران در صورت ادامه حکومت اسلامی ایران چه خواهد بود؟ پرسش‌ها بسیار است. با من و شما هستند در نیمه نخست تفسیر خبر آقای منصور اوساندو، فعال کارگری و سندیکایی از نیوجرسی آمریکا. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظات دیگر. آقای اوساندوی عزیز سلام به شما در نیوجرسی. سلام به شما، مردم ایران، زحمت کشان و همکاران خوبی که در اتاق فرمان زحمت این کارهای دشوار رو میکشند. ممنونم. من هم از طرف همکارانم در اتاق فرمان لندن از شما سپاسگزار هستیم. آقای اوساندوی عزیز، اخبار رو به طور خلاصه و فشرده از شما میشنویم در عرصه کارگری. اخبار که بسیار زیاد هست، چون شرایط اقتصادی هر روز داره بر علیه کارگران متاسفانه تغییر پیدا میکنه. اخباری هم که ما داریم بیشتر اخبار اعتصابات، اعتراضها، درگیری ها و به نوعی کمبودهای کارگران ایران هست که از جمله من میتونم اشاره بکنم به شکل این لیستی که فعلا داریم. ارسال پرونده شکایت از آقای مرتضوی، کسی که آن همه جنایت کرد و به پاداش اونها شد مدیر عامل تامین اجتماعی و صندوق بیمه های تامین اجتماعی رو غارت کرد، کارگران ازش شکایت کردند. بعدش میتونیم به مسئله اعتصاب پرستاران بیمارستان هزار تخت خوابی تهران بپردازیم و همچنین در رابطه با تجربه جدید کارفرما و حکومت که برعکس شده، هم حقوق کارگران رو نمیدن هم کارگران رو احضار میکنن به دادگاه به علت شکایت کارفرما و اخبار دیگه ای که کماکان هست. ببینیم فرصت چقدر در برنامه پیدا کنیم مورد بررسی قرار بدیم. آقای اوساندو، درباره آقای رضا شهابی خبرهای تازه‌ای و همینطور زندانیان دیگه، زندانیانی که ارتباط با کارگران به زندان رفتن و در ارتباط با دیگر طبقات مردم، مثل آقای ارژنگ داوودی که حکم واقعا از جهاتی مضحک، زندانی که محکوم شده بود به زندان اما حکم اعدام اون رو بعد از گذران دوران زندانش، مدتی از دوران زندانش صادر کرده. از شما میشنویم آخرین خبر. در رابطه با مسائل زندان و ادامه به قول شما احکام ظالمانه در مجده، خب من هر مسئله آقای ارژنگ داوودی اول بپردازم.
ارژنگی داوودی دبیر هست به جرمش نست اندیشه های جدا از اندیشه حکومت فقط داشته. همین هم با ایشون در زندان 3 سال با هم بودیم، در زندان رجل شهر آشنا شدن با ایشون، با افکارش و خردمندی این مرد و شجاعتی که بی امان از خودش نشان میده در ایستادگی بر پای حقایقی که در زندگی به اونها رسیده. از جنگ داوودی بحثی به عنوان داوودی به شکل کتاب منتشر کرد که نسخه از اون را همراه خودش داشت و دار، هم من خوندم هم بسیار از زندانیان دیگری که ایشون بهشون اعتماد و رفاقت احساس میکرد. و اینکه آقای داوودی در این کتابی که منتشر کردن رئیس جمهور یا حاکمان رو به نوعی وکیل الرعیا و با نگاهی به کریم خان زند به عنوان وکیل الرعیا معرفی میکنه که اینها حاکم و سرکوبگر مردم نیستن و بایستی در اختیار مردم باشن و به نوعی وکیل مردم باشن و در خدمت مردم باشن. و یک پروژه که در این کتابشون معرفی کرده مربوط به حقوق مردم و اینکه مردم حاکم واقعی هستند و نوعی از دموکراسی پایه‌ای شورایی در محلات، کارخانجات، روستاها، شهرها، محل کار در ترکیب با نوعی از دموکراسی پارلمانی رو در این کتاب معرفی میکنن و کسانی که حاکم میشن به عنوان مثلا جمهور یا مقامات دیگه مملکتی، اینها همه در اصل وکیل این مردمی هستند که خودشون رو در جریان چرخه امور حضور دارن و برای هماهنگی فقط این رأی رو به این افراد میدن که میشن در عدل وکیل جمهوری، وکیل تمام جمهور مردم. این نگاه اساسی ایشون که در سفارانی تقابل مستقیم با اصل ولایت فقیه قرار میگیره که حکومت رو از آن خدا و شخص ولی فقیه میدونه، باعث شد که ایشون رو به زندان بیندازن. و همچنین فعالیت های ایشون در دفاع از دانشجویان جوانی که در جنبش 18 تیر سال 1378 در ایران به میدان و خیابان ها آمدن و فریاد آزادی خواهی سر دادن. به هر حال آقای داوودی در زندان هم با شجاعت ایستادگی کردن و اون افکار دموکراتیک و عدالت جویانه خودشون رو طرح میکردن و زیر بار بازجویان و شکنجهگران نمی رفتن و بارها به سلولهای انفرادی شون انداختن، تبعید کردن به زندان رجایی شهر، به زندان بندرعباس و در اونجا هم ایشون هم با زحمتکشان زندانی، زندانیان عادی و زندانیان سیاسی جوانتر خوب گفتگو میکرد، صحبت میکرد و بحث آزادی خواهی خودشون مطرح میکرد. فکر کنم این حکومت نتونسته ایشون رو بشکنه و ایشون بر مواضع خودش پایدار ایستاده و از حقوق مردم و آزادی و دموکراسی و حق انسانیت مردم و طلبکار بودن مردم از حکومت صحبت میکنه، باعث شده که این حکم ظالمانه اعدام رو با آقای ارژنگ داوودی بده. امیدواریم که پیگیری هایی که نهادهای حقوق بشری و رسانه ها و کسانی که نسبت به زندگی زندانیان سیاسی در ایران و به خصوص امثال از جنگ داوودی ها فکر می کنند و تلاش می کنند باعث بشه که این حکم ظالمانه لغو بشه و از جنگ داوودی و دیگر زندانیان سیاسی آزاد بشن. خب ببینید آقای اوسان، مسئله کودکان کار در ایران برای من شخصا یکی مهمترین مسائل ایران است. برای بسیاری هم مطمئن هستم چنین است، از جمله برای شما. اون هم حکومتی که از صبح تا شب در این روزها درباره کودکان فلسطینی صحبت میکنه که اون هم بسیار دردناک است، غم انگیز هست. کودکان فلسطینی که در بحران یا جنگ میان حماس و اسرائیل به قتل میرسن، سوء استفاده هایی که گروه حماس از کودکان میکنه برای سپر ساختن اونها در برابر اسرائیل و مدارس کودکان و کودکان رو در تیررس جنگی قرار دادن که به هر حال ریشه های دیرینه داره. یکی از مسائل مهم هم که البته خب شهرکسازی اسرائیل هست در مناطق فلسطینی که اونم کار بسیار نادرستی است بدون هیچ تردید.
بله، از این مسائل که بگذاریم، کودکان در خاورمیانه مورد سوء استفاده های بسیار قرار می گیرند، از طرف حماس، گروه های دیگه فلسطینی، از طرف گروه هایی در عراق، گروه های اسلامی دینی در عراق که می دونیم در عملیات انتحاری نخستین پس از سقوط صدام حسین از کودکان بسیار استفاده کردند، یعنی اونها رو حتی مجهز به بمب‌های انفجاری از راه دور کردن، روانه جاهایی کردن و بعد از راه دور منفجر کردن، بسیاری جنایات. در کشور ایران که تمام روحانیون شیعه حاکم بر ایران، ملایان شیعه بر منبر از صبح تا شب سینه چاک میدن برای کودکان دیگه و سوء استفاده تبلیغات، نزدیک به 3 میلیون کودک کار داریم، حدود نزدیک به 2 میلیون از این کودکان در خیابونها آوارن بدون هیچ سرنوشتی، هیچ سرنوشت روشنی در انتظارشون نیست. در همون دروازه قاهره تهران نزدیک به بیت رهبری جانشین امام زمان، اونطور که عنوان میکنن در تهران، به گفته مسئولان جمهوری اسلامی در مجلس شورای اسلامی کودکان خرید و فروش میشن، همچنان که در کرمانشاه متاسفانه من ندیدم به طور جدی به این مسئله پرداخته بشه. بگذرم از اینکه کودکان بسیاری محروم هستن از ادامه تحصیل و بقیه مسائل، بگذرم حتی از کودکانی که در کارگاه های قالیبافی در واقع همراه با بافتن تار و پود قالی ها تار و پود زندگیشون به باد میره. رفتی شما به عنوان یک فعال سندیکای کارگری تا چه اندازه توجه نهادهای بین المللی مربوط به حقوق کودکان رو در این زمینه جلب کردید؟ خوشحال میشم که اخبار شما رو در این زمینه بشنوم. من سپاسگزارم از شما که با این احساس مسئولیت و دردمندی نسبت به مسائل کودکان کار خیابان گفتگو میکنید و خلاف کسانی که در ایران حکومت میکنند و میلیاردها سرمایه دستشون هست و این سرمایه ها رو به عوض یا حرام میکنند یا در راه جنگ های منطقه‌ای خرج میکنند یا به حساب خانواده و نزدیکان و اعوان و انصارشون در بانک های مختلف خارج از کشور میکنند و برخلاف دلسوزی که ظاهرا برای کودکان دیگر در منطقه که متاسفانه من با شما کاملا همراهم که هر جایی که جنگ باشه، هر جایی که جنایت باشه، هر جایی که بر علیه انسان ها هر اتفاقی بیفته فرقی نمی کنه و این کودکان، زنان، مردان و بیگناه که کشته بشن یا زخمی میشن، از بشریت هست که همه این صدمه ها وارد می شود. متاسفانه در داخل کشور خود ما کمترین توجهی به این مسائل نمی شود و طبق آمار رسمی 1.9 میلیون نفر از کودکان از ادامه تحصیل باز می مانند. میلیون ها از همین کودکان همینطور که شما گفتید در کوچه و خیابان ها رها می شوند، مورد انواع سوء استفاده های جنسی، شغلی و حتی سوء استفاده های قسمت های مختلف بدنشون واقع می شوند و گزارش های وحشتناک همین فروش اعضای بدن در برخی از رسانه ها من مطالعه و باز اینکه ما در رابطه با این مسئله مربوط به کودکان مظلوم کار و خیابان در کشورمون چه می‌توانیم بکنیم، همراه برخی از نهادهای حقوق بشری که در خارج کشور و فعالینی که در زمینه حقوق بشری و حقوق کودکان فعالیت می‌کنند و مرکزی هم در آلمان در رابطه با کودکان کار و خیابان ایران رو راه اندازی کردند و در این زمینه تلاش می‌کنند، تونستیم گزارش هایی رو برای دفتر آقای احمد شهید و شورای دفاع از حقوق بشر بفرستیم و به مقامات این جمهوری اسلامی که بی توجهی کاملی نسبت به سرنوشت مردم و کودکان ایران داده تذکرهای ویژه داده بشه و فشارهای بین المللی و حقوق بشری بیاد که این وضعیت آمارهای بسیار وحشتناک که بیش از 4.3 میلیون کودک تحصیل میکنن و بیش از 2 میلیون کودک که در سطح خیابان ها و میدان های شهرهای مختلف ایران آواره هستند و بیش از 1 میلیون کودک
که در مراکز کار غیرقانونی مورد سوء استفاده شغلی واقع میشن مورد بررسی قرار بگیره، آمار ایران مورد توجه قرار بگیره و از حکومت ایران بخواهند که جلوی این بی‌قانونی ها و این فشارهایی که بر کودکان و خانواده های فقیر و محرومی که میاد به این بچه هاشون رو مجبور میشن از دست بدن یا بفروشن یا در خیابان ها اجاره بدن یا برای تکتگری و یا سوء استفاده در امور جنسی مواد مخدر و یا چیزهای دیگه. و این شرم بشریت است که ما درباره کودکان سرزمین خودمون این گزارش ها رو داشته باشیم، این اخبار رو داشته باشیم. آقای منصور حسانلوی عزیز، سپاسگزار هستیم از شما. با سپاس بسیار امیدواریم که در برنامه های آینده با وقت بیشتری که با ما و بینندگان تفسیر خبر باشید. آقای منصور حسانلو به اتفاق همکارانم در استودیوی لندن به شما درود میگیم تا برنامه آینده. سپاسگزارم، بدرود. پی میگیریم تفسیر خبر را از شبکه تلویزیونی ایران فردا زیر ذره‌بین طنز علیرضا رضایی، طنز پرداز ارزشمند ایران، اخبار ویژه‌ای رو از سرزمین ولایت، عرصه حکومت دینی ایران، ولایت فقیه مورد بررسی قرار میدیم تا لحظاتی دیگر. با من و شما هستند در نیمه دوم برنامه آقای علیرضا رضایی، طنز پرداز ارزشمند ایران که در اروپا به سر می‌برد. سلام به شما آقای رضایی عزیز، ظاهراً پیداست که این بار در فرانسه هستید. بله، سلام به شما بینندگان عزیز. من یه دقایقی که از کشور دوست و برادر بلژیک وارد فرانسه شدم و بر صورت در خدمت شما. بله، پاریس خب به هر حال فرانسه دو تا سمبول معروف داره، یکیش برج ایفل هست، یکی هم این تابلویی که بالای سر شماست. از اینه که ما میفهمیم در فرانسه هست. آقای رضایی عزیز، ببینید سوژه اصلی در جمهوری اسلامی در روزخونی ها، سخنرانی ها، هرچی که هست قدس بوده و راه پیمایی قدس و راه چی میگن آزادی قدس از کربلا میگذره و از این صحبت ها. این راه پیمایی ها رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ آیا دشمن شکنانه بود به اندازه کافی؟ یعنی قضیه بشکن بشکن این راه پیمایی ها کیه شکن؟ چه کسایی شکست داد، چه کسایی شکست نداد؟ از شما میشنیم که بله، راه پیمایی که به هر صورت در نظام اسلامی مگه میشه دشمن نشکنه؟ اصلا اگر که ما در ایران راهپیمایی برگزار نکنیم، دشمن اتوماتیک ممکنه خودش بشکنه، بعد سوال پیش بیاد که خب راهپیمایی برگزار نشده برای چی شکسته و اینها. منتهی مراتب روز قدس خب به هر صورت اهمیت خیلی ویژه‌ای داره، مخصوصا که روز جهانی قدس هست. جهان هم که شما میدونید شامل چند بخشه، ایران، قدس و جهان دیگه، کلا ایران و قدس. ونزوئلا هم قبلا بود، از وقتی که به هر حال مادر چاوز مورد بغل قرار گرفت، مورد بغل آقای احمدی نژاد قرار گرفت، برای چاوز از ونزوئلا از جهان حذف شد. روز جهانی قدس یک فرصت بسیار خوبیه برای اینکه دولت جمهوری اسلامی مخصوصا در یک سال گذشته آنچه که تلاش کرده برای برقراری دیالوگ با سایر کشورهای جهان و خصوصا غرب، نتیجه و برایند اون رو تو میدونهای اصلی تهران ببینن و به هر صورت متوجه بشن، غربی ها متوجه بشن که همیشه راه دیالوگ باز هست. اگر تا الان گفتگو به نتیجه ای نرسیده، تقصیر خودشون بوده. اینا میتونن روز قدس ببینن، خب به هر حال پرچم کشورهاشون آتیش زده میشه در ایران در روز قدس، به هر صورت به خاطر اینکه تقصیر همه جای دنیا هست جز غیر از خود فلسطین،
همه جای دنیا در میادین تهران مورد محاکمه قرار میگیرن و متاسفانه غربی ها متوجه این دیالوگ و این گفتگو نمیشن. دولت ایران در یک سال گذشته خب خیلی تلاش کرد، اینها بارها رفتن در وین، ژنو، اینا نشستن، چند بار همدیگر رو بغل کردن، البته جلوی دوربین ها اینکه چند بار دیگه توی اتاق همدیگر رو بغل کرده باشن اینا رو ما نمیدونیم. یه دونش آقای ظریف لو داد، گفت با خانم کاترین اشتون در یک اتاقی تنها بودیم و من به ایشون توضیح دادم که به خاطر یک فتوایی من الان شما رو مورد مهربانی قرار نمیدم. در هر حال راهپیمایی روز قدس، روز جهانی قدس معذرت میخوام، که تمام دنیا در این روز همبستگی خودشون رو با ملت فلسطین اعلام میکنن و 10 دقیقه بعد همون تمام دنیا میرن دوباره به فلسطین حمله میکنن، البته از نظر جمهوری اسلامی، چون به هر حال نمیشه که اگر روز جهانی قدس هست و تمام دنیا هم بستن، خب پس کی داره به فلسطین حمله میکنه؟ اگر که اونها دارن حمله میکنن، دیگران دارن حمله میکنن و دارن مورد ستم قرار میدن، پس دیگه روز جهانی چیه؟ و به هر صورت من میدونم که امام راحل ما حرف الکی هیچ وقت نزد و این یکی از حرفهایی که الکی نبوده. صحبت دشمن شد، دشمن که باید شکست دیگه، دشمنو برای شکستن هستن. اما شایعه هم از چینی ها دارن یه جور دشمن نشکن هم بیرون میدن، مثل ملامین مثلا. امکانش هست همچی چیزی یا شایعه هست؟ نه خیر، به هر صورت دشمن اگر که قابل شکستن نباشه که اصلا به درد دشمن بودن نمیخوره. اون دشمن نیست، اون همون به درد این میخوره که توش غذا بخورن. اون دشمنی که واسه این ما نجوشه اصلا سر سگ توش بجوشه. وقت که چیز شد، چرا این دشمن چرا نمیشکنه؟ این همه راهپیمایی، این همه آدم های سنگین وز، سبک وز، مثل وزیر دفاع فیروز آبادی، کم چیز نیست، دشمن شکن نیست. شما فکر کن فیروز آبادی از پشت اون بندازین رو دشمن، دشمن میشکنه چی؟ جد آباد دشمن هم میشکنه. بعد بازیگرهای سینما هستن مثل خانم الهام چرخنده، چرخه. این دشمن چه نمیشکنه آخه؟ ما با دشمن میشکنه، ما با یک جور دشمنی طرفیم که مثل مارمولک هست و دوم مارمولک رو وقتی ما بکنیم دوباره دوم در میاره. اینا یکی از قابلیت‌های دشمنان ما اینه که ما هر بار توی راهپیمایی غرور آفرین دومش رو میکنیم دوباره دوم در میاره. یعنی اون اگر دوم در نیاره اون وقت کار خراب میشه، چون راه به مایه بعدی اون وقت ما چیزی نداریم بگیم. شما به وزیر دفاع اشاره کردید، اتفاقا یکی از مشخصات بارز راهپیمایی روز قدس امسال این بود که ما برخی افراد رو دیدیم که مثلا یک سال بود که نمیدونستیم مثلا اینا الان هستن، اصلا چیکارن. الان در حال حاضر من دولت آقای روحانی یه دونه جواد ظریف، یه دونه خودش، گاهی چطوری بشه مثلا دیگه واقعا تصادفی چیزی بکنه ما اسم یه وزیر دیگه جایی بشنویم. ما با یک موجودی در راهپیمایی روز قدس آشنا شدیم به نام وزیر دفاع جمهوری اسلامی، خصوصا در یک سال گذشته که خب به هر صورت جمهوری اسلامی خیلی از خودش دفاع کرده. وزیر دفاعمون رو ما برای اولین بار، یعنی یه بار روزی که رأی اعتماد میخواست بگیره تو مجلس دیدیم، تا همین 4 روز پیش که تو راهپیمایی روز قدس خوشبختانه مشاهده شد. وزیر دفاع جمهوری اسلامی برای دفاع از فلسطین مشاهده شد که نکته خیلی مهمی بود. نکته مهمتر از اون رؤیت دریادار شمخانی بود. آقای شمخانی دبیر عالی شورای امنیت ملی ایران هستند و امنیت ملی ایران به هر صورت تو یک سال گذشته توسط هر کسی تأمین شده جز دبیرش، و آقای شمخانی رو هم ما برای اولین بار در یک سال گذشته، یعنی اینها رو ما روز قدس به روز قدس میبینیم. یکی از تفاوت‌های بزرگ دولت آقای روحانی، تدبیر و امید نسبت به مصیبت به نام دولت قبلی این بود که ما قبلا وزیر دفاع و وزیر حمله و نمیدونم دبیر عالی امنیت ملی رو در حدی که مریض بشیم بستری بشیم میدیدیم، یعنی هر کانالی هر جایی عوض میکردیم، هر جوری اینا رو میدیدیم. در دولت‌های روحانی ایشون اومده
بر صورت بهینه سازی کرده دولت رو، ما با یکی دو تا بیشتر کار نداریم. البته خدا خانم فاطمه عالیا رو هم در مجلس از ما و از تمام مسلمانان و کلا از سطح جهان نگیره. امیدوارم صحبت خانم عالیا شو که خدا نگیره. از مهدوی کنی راستی چه خبر؟ خدا گرفت یا نه؟ ببینید خوشبختانه سطح هوشیاری ایشون همچنان در بالاترین حد خودش، یعنی حدود 20% و پزشکان امیدوارن که ایشون طی 40 سال آینده باز همین سطح هوشیاری و البته در کما تشریف داشته باشن. ایشون نه خیر به این راحتی ها تشریف نمیبرن. یک 85-86 سالی رو ایشون با سطح هوشیاری 7% زندگی کردن، الان با سطح هوشیاری 20% هم یه 80 سالی رو ادامه بدن، به هر صورت در جمع میشه گفتش که ایشون مجموعاً مثلا در طول 2 قرن با 25% هوشیاری تونستن به هر صورت عالم اسلام رو هدایت کنند و به زور به بهشت ببرن. میشه این هوشیاری رادیکال 3 به تمام 8 گرفت؟ خب دیگه خیلی میشه، میشه محسن رضایی دیگه. نبود راستی محسن رضایی تو راهپیمایی؟ چون یه بار من شکست شد دیگه در جنگ 8 ساله. ایشون اختیار دارید، ایشون سر کوچهشون تو صف ماست بندی بیشتر از 8 نفر وایستن، این فکر میکنه که برای انتخابات دارن ثبت نام میکنن میره تای صف وامیسته. اصلا امکان نداره که جایی در ایران یه عده جمع بشن ایشون حضور نداشته باشه. بله ایشون رفت به عنوان یکی از سابقه دارترین افراد در مخصوصا اتوبانسازی بین قدس و کربلا، ایشون هم حضور داشت. این هنرمندان اینها رو شما اشاره کردید، ما تقریبا از عید به این طرف با یک پدیده ای مواجهیم که داره با خانم فاطمه عالیه رقابت میکنه به نام خانم الهام چرخنده. من از همینجا البته بارها قبلا گفتم ولی از همینجا بازم فرصت استفاده میکنم، امیدوارم که ایشون بر صورت چرخش برای نظام بچرخه و به همین شکل حضرت سید آیت الله خامنه ای که برحال از قول خود ایشون من دارم میگم حضرت سید آیت الله خامنه ای، امیدوارم که ایشون هم چرخش برای این خانم این عزیز بچرخه. ایشون در راهپیمایی روز قدس هم یه خورده میدونید مشکل، چون ایشون بازیگره به هر حال سینما و سریال های تلویزیونی و اینها بود. البته مثلا اینها چیه؟ تلویزیون و سینما و اینها اینها رو من دیگه بیشتر توضیح نمیدم، ولی بیشتر بازیگر نقش اول همون اینها بود. بعد یه سری تصاویری هم ایشون قبل از اینکه حضرت سید آیت الله خامنه ای در ایشون حلول کنه یک سری تصاویری خودش از خودش منتشر کرده بود که خب من روم نمیشه الان اینجا بگم که به چه شکلی و اینا و چه جذبه ای مخصوصا در عالم اسلام ها. البته و بعدش ایشون رفت گفت حضرت سید آیت الله، بعدا اومد گفت یک عده ای من از بعد از اینکه اومدم توی تلویزیون گفتم حضرت سید آیت الله و با مشت هم یه چند دفعه به اینجاش زد که نمیدونم چه معنی میداد، هی میگفتش که آقا آقا جان آقا اینا، بعد گفتش که شب به من حمله شد. ای بابا واقعا یه سوال مهمی که همون لحظه پیش اومد این بود که چرا شب به ایشون حمله میکنن؟ یعنی مثلا ساعت 10 صبح آیا نمیشد دشمنان ما، دشمنان قسم خورده به ایشون حمله کنن؟ یا مثلا 4 بعد از ظهر شب حمله شد و گفت که با چماق به پهلوی من کوبیدن، جاشم هی میخواست نشون بده که خب نمیشد دیگه. یعنی از نظر ایشون مشکلی نبود نشون دادن جا، اون جمع گفتن حالا خیلی خب بقیهشو بگو اینا، و گفتش که بله من این رو که گفتم و اومدم، و گفت باز به اینجاش میزد، به اینجاش میزد و میگفتش که من برای آقا آقا من برای شما حاضرم. بعد اینا یه مسئله مهم اینه که به نازکتر از چماق هم تفسیر علی رضا تمومش کن، آقا آقا من برای شما حاضرم چه کار کنم؟
این که نمیشه که جای سوء تفاهم میزنه. بفهم. ببینید ابتدای صحبت من گفتم سینما، تلویزیون و اینها. آه درسته. من جمله رو همون اول بستم، توضیحاتش رو دیگه چی بگم دیگه، من به هر حال ما با ملت باهوشی طرفیم و تفاهم شد، مثل که داشتیم جمله رو بازش میکرد یا ایشون داشت باز میکرد. بفهم. بله. نکته ای که هست اینه که من نمیدونم چه شکلیه که این بزرگواران به نازکتر از چماق هم رضایت نمیدن، یعنی اصلا ایشون نمیگه که با ترکه من رو زدن. ترکه خب به هر حال باریکه و اینا ممکنه زیاد کار اسلام رو، البته در تاریخ اسلام ترکه هیچ وقت کار اسلام رو ننداخته. چماق و دست بیل و مثلا اینجور چیزا. به هر صورت ایشون هم یه دونه حضرت سید آیت الله گفت، 5 تا حضرت سید آیت الله از گوشه لپش زد بیرون در راهپیمایی روز قدس، اولش با تکنولوژی وحشتناک موبایل از خودش عکس گرفت، فیلم گرفت، معذرت میخوام، فیلم گرفت و یه پیغامی رو به خواهران فرستاد و اینها. من نمیدونم اون دسته ای رو که ایشون برایشون پیغام فرستاد، فکر میکنم همون اینها بودن. و بعدش ایشون رو بردن روی سن و با ایشون مصاحبه کردن، دوباره ایشون چند دفعه به اینجاهاش زد و یک پیام های دیگری داد. در حال حاضر ایشون هستن با هنرمند ملی و مردمی آقای حامد زمانی، یکی از غنچه های تازه شکفته انقلاب، که من امیدوارم که ایشون مثلا، یعنی به قیافه شدم نگاه میکنه میرم مثلا این ربنا آتنا نمیتونه بخونه، ولی خب در مرگ بر امریکا با اینها رو شما تا دلتون بخواد، بسیار هم صدای خوبی داره و صدای انقلاب رو در کنار خواهرمون الهام چرخنده به گوش جهان میرسونه. خب این که گفتین شب حمله کردن، خب تاریخ پر از شبیخون روز که نمیشه، شبیخون خودش یه معنی داره، اونم با چما. من والا تو میان فرمایشتون والا حتی حس کردم گفتم شاید ویتکونگ ها به ایشون حمله کردن، چون ویتکونگ ها بیشتر سعی میکردن که شبها حمله کنن و در حالت غافلگیری، با استفاده از اصل غافلگیری، چون ایشون خیلی شوکه شده بود خانم چرخنده از حمله ای که شب بهش شده بود. حالا دیگه ساعتش چجوری بود اینا رو من نمیدونم. عوامل استکبار جهانی، صهیونیسم بین الملل، همه اینا هستن دیگه. اینا هم شب بعد سبب خوب برای حمله مناسب، چماق در دست برای هست دیگه. هنرمندان قنچه که گفتیم، خب قنچه چی؟ قنچه روز، خزله، یا گلی مثل آقای شریفی نیا ده نمکینا، خبری نبود هنرمندان؟ نه خیر، آقای شریفی نیا و تیم همراه ایشون از جام جهانی برزیل که برگشتن یه مدت ظاهرا عزیزان رو گذاشتن تو کمد و گفتن تا اطلاع سمخص آقای شریفی نیا که رفته بود پیام نظام رو به جهان برسونه. ایشون میدونید که آقای یکی دیگر بازیگران که به قول معروف کاپیتان تیم هنرمندان در برزیل بودن، آقای هاشمی، ایشون گفتش که خب ما تمام مدت که دوستان هنرمند رو کنترل نمی کردیم، بعضی وقتا اینا تو وقت آزاد برای خودشون بودن، بعد تو اون وقت آزادی که آقای شریفی نیا برای خودش بود، مثلا رفته بود از این قابای اینجوری که روش نقاشی های با بیکینی و تشکیلات، کلش رو از اون سوراخی کرده بود بیرون، وقت آزادش بود. خب بر صورت و شب هم نبود، این خودش خیلی مهمه که شب نبود که چون این کار کرده بود، عکس گرفته بودم به اتفاق یکی دیگه خانم های هنرپیشه. بعد از اون که برگشتن یه سری سر و صدا در اومد و اینا، از جمله مثلا یکی از سوالات اساسی که انصار حزب الله از این دوستان داشتن این بود که چرا با شورت در برزیل رویت شدن. با این نشون داد که اولا بر صورت دوستان انصار اونجا حضور داشتن، پس که دیدن دوستان رو، و به هر حال بعد از اون قرار شده که مدت این توی چند سال اخیر این اولین راهپیمایی، تجمع یا به هر صورت اولین حرکتی است که مشت محکمی بر دشمن وارد میشه، ولی خب شریفی نیا نیست. راهپیمایی قدس یا اینکه شریفی نیا با شورت در برزیل، کدوم یکی اولین ضربه بود؟ محمد رضا شریفی نیا به طور کلی ضربه است، یعنی ایشون حالا پیش ایشون برای خانوادهش ضربه بود، بعد برای دوستانش ضربه بود، بعد
یه سری عکس هم چاپ شد، منتشر شد، عکس نوه های آیت الله خامنه ای. بله بعد هم که برداشته شد از روی حکمت چه بوده است در این میان؟ ببینید دینام، ما تا به حال با یک پدیده مواجه بودیم به اسم نوه امام. بعد امام نمیدونم چی کار کرده بود که نوهاش همه از دستش در رفتن. اون خانم نعیمه اشراقی که مثلا یعنی خود نظام روش نمیشه بگه ایشون نوه امام، همجوری میگه نعیمه اشراقی، نعیمه اون مثلا صداش میگن، چند وقته میگن اون. یا مثلا حسن خمینی که دیگه خیلی با چیز سعی میکنن که به هر حال هیچی بهش نگن و فلان و اینها و این داستان ها. حالا ظاهرا توی این راهپیمایی دشمن کوب روز قدس از قضا رونمایی بوده از نوه های این یکی امام. تصاویری منتشر شد از مجتبی بمیری رهبری رو نبینی، به اتفاق فرزندش با این کالاسکه و چرخ و اینا داره بچه طفل معصوم میبره که مشت محکمی به دهن اسرائیل بزنه از همین سن. از طرفی توی صحنه نماز عید فطر دو تا بچه هستن توی تصاویری که منتشر شد که من مطمئن نیستم، جایی هم تایید نکرده، ولی خب گفته میشه که نوه های حضرت سید آیت الله هستن. به هر حال اگر هم نوه های ایشون نبودن، ما آنچنان فکر نمی کنم کسی هم مسئولین برای نماز عید فطر بره بیت رهبری بعد مثلا نوهش هم ببره، چون به هر حال مسئولان نظام هر کدوم 200 سالشونه و خب نوه هاشون مثلا 120 سال سن دارن، الان نمیتونن انقدری کوچیک باشن. فقط حضرت سید آیت الله که از طریق مجتبی بمیری و یکی دو تا دیگه از فرزندانش نوه انقدری داره اونجا مشاهده شدن. من نمیدونم چرا این عکس‌ها رو وقتی گذاشتم بعد بلافاصله حذف کردن، شاید که ترسیدن که دشمن متوجه بشه که مشت رو از کجا داره میخوره، شاید علتش این بوده. خب اون حضرت آیت سید آیت الله گفتید نتیجه ندارم، یا نتیجه سطح دیگه است و به شکل آدمیزاد نیست؟ دقیقاً. ببینید مثلا همین خانم الهام چرخنده که باز من امیدوارم چرخش به چرخه برای نظام، ایشون خودش نتیجه حضرت سید آیت الله خامنه ایه. اصلا الهام چرخنده فقط نتیجه نیست. ما ببینید قبلا نوه نتیجه نمیدونم ندیده نبیره فلان داشتیم، الان نوه نتیجه نتیجه گیری و مونتاژ داریم. الهام چرخنده نتیجه است، مثلا حامد زمانی نتیجه گیریه، ما در موردش به یک نتیجه میتونیم برسیم اینا. و حالا اگر احیانا چین نوه ای برای آیت الله خامنه ای برای حضرت سید آیت الله تولید کنه، اون میشه مونتاژ که جزء فامیلای درجه دو محسوب میشه. نتیجه زیاد دارن و نتیجه گیری خود ایشون که بله مجمع النتایج هستن حضرت سید. ما هم استفتا میکنیم چون شما علوم شرعی رو بهتر از همه ما میدونیم. مثلا دابده رو میشه یک کاسه گفت نتایج یا نه نتیجه هست، فقط یه نتیجه هست. ببینید حضرت سید آیت الله نواقص امام قبلی رو داره رفع میکنه. امام راحل قبلی در حد نوه متوقف شد، یعنی فکر میکرد که به هر حال خودش هم نباشه فرزندانش هم که به هر صورت مثلا سید احمد خمینی فرزند امام راحل، ایشون ظرف 2 ساعت 98 بیماری ناشناخته گرفت و درگذشت یک دفعه. بعد حسن خمینی موند که ایشون دچار بیماری عجیب غریبی، سعی کرد که نشه، خودش به زبون خوش سعی کرد مریض نشه. خب به هر حال یه امراضی هست که حضرت سید آیت الله خامنه ای اومد گفت من به پسرام که حالا هیچی نوه هام اگر از دستم در رفتن، به خاطر اینکه یه 2-3 سال پیش یا کی بود، پارسال بود نه، ایشون اومده بود یه دولت مردان جمهوری اسلامی رو جمع کرده و از هیئت دولت رو جمع کرده بود و راجع به عروسک های دارا و سارا داشت بهشون دستورالعمل های لازم رو میداد
یه افشاگری در مورد خودش کرد، گفت نوه های من الان مثلا بتمن رو میشناسن، کریستیانو رونالدو رو میشناسن، ولی مثلا ابو لولو رو نمیشناسن. یا مثلا آرنولد رو میشناسن مثلا. بله، مثلا ابو موسی اشعری رو متاسفانه خب نمیشناسن، بچه 5 ساله باید بشناسه دیگه. خب و خیلی ناراحت بود، از جمله میگفتش که مثلا اینا این بازی های سنتی ما رو بلد نیستن، مثلا خرپولیس بلد نیستن متاسفانه نوه های ایشون، و خیلی نگران بود از این بابت. من دیدم که خب پس ایشون اومده مسئله رو فراتر نگاه کرده، مشکلات امام قبلی رو به این شکل گفته، من نوه فرزند، نوه نتیجه، نتایج، نتیجه گیری و در نهایت همه اینها رو ترجیح میده تا خودش هست، که تا سطح هوشیاریش روی همین مثلا دوروبر آقای مهدوی کنی 20% اون طرف هاست خودش نظارت کنه که بهترم هست. تکلیف فیروز یعنی نوه نتیجه، نتیجه گیری فیروز آبادی، فیروز آبادی خودش یه مرحله است یا نه؟ اون یکی نتیجه هایی که در رفته دست نظام فیروز آبادی به این گندگی. نه ببینید، آخه ما یه سری نتیجه های زائد داریم، یه نتیجه های اضافی داریم که مثلا نمیدونیم باش چی کار کنیم، اینم هست دیگه، حالا کاریش نمیشه کردین دیگه، حساب خوبی نداری علی رضا. آخه یه گوشت نپز رو شما 3 روز بندازین تو زودپز چه فایده ای داره، این جز اینکه فضای رو اشغال کنه. سند دارم که شما خلاف اینو گفتید آقای رضایی، یعنی خود شما گفتید آقای فیروز آبادی رو میشه باش تنگه هرمز رو بست. بله، حتی گفتم با آقای فیروز آبادی میشه اسرائیل رو هم محو کرد، منتها یکی از روش های خود من اینه که یک هفته در میون نظرات هفته قبل خودم رو رد میکنم که دشمن دقیقا روش من رو شناسایی نکنه. درست، یعنی دارید زیرا به مکارم شیرازی رو میزنید، چون ایشون هم همین کار داره میکنه. برها تا بوده این بوده که علما از رو ما تقلید کردن متاسفانه. بران گفتگوی تمدن ها که چه از کنم گفتگویست. بران یه نکته از چند تا از این وکلای مجلس اومدن مثل روغن ریخته نظر حضرت عباس اعلام کردن میخوام برن غزه. غزه هم خب میدونه هم مرز مصر، عملا نزدیک رفاه و العریش اینا هم مرز هم. یعنی پسر هم و دختر خالی این ور اونور دارن، نقب هم میزن تونه از تو خونه غزه این ور میاد توی خونه فامیلی در میومد که حالا مصری هم جلوش گرفتن. بله، مصری هم خوب اجازه نمیدن مثلا برن به غزه. فلسطینی ها اومدن، یعنی حماس آمده در سینا کلی هم خرابکاری کرده، اقدامات تروریستی، چندین مصری رو هم کشته، سربازان مصری. بگذاریم از مسائل، از مسائل شوخی به قولی به مسائل جدی. این وکیل های مجلس شورای اسلامی که گفتم ما آمده ایم بریم به غزه و بجنگیم، و از سفارت مصر طلب ویزا کردن که مطمئنم اصلا سفارت مصر نمیده ویزا به اونها برای رفتن به غزه برای جنگیدن. اینو چطور تعبیر و تفسیر میکنین؟ کسی میگه خب شما چه لزومی داره ویزا بگیرید، همونطور که اسلحه میفرستین برای حماس از همون را بدون ویزا میتونید برید اگه میخواییم بریم به جنگ. اطلاعات و تفسیر شرعی شما رو ما میشنویم در مورد این نمایندگان ولایت مدار. ببینید، مجلس خانه قانون هست و نماینده مجلس کار غیر قانونی انجام نمیده، مثل خب مثلا 35 سال گذشته که هیچ کار غیر قانونی در مجلس اتفاق نیفتاده، مگر اینکه خود مجلس یک قانونی برای کارهای غیر قانونی تصویب کرده باشه که شامل تقریبا 98% قوانینیه که در مجلس تصویب میشه. یک نکته ای که هست اینه که نمایندگان مجلس هیچ کدوم نرفتن سفارت مصر که بگن آقا به ما ویزا بده، یعنی مدارک بدن با فوتوکپی شناسنامه، عکس 3x4، قیافه های خب جالبی هم دارن، 3x4ش خیلی قشنگ میشه، با اینها نرفتن سفارت. اینا از تو خود مجلس پرت میکنن مثلا به مصر، یه دفعه میگن که ما رو بفرست. من
فکر میکنم که اینا میتونن برن از امریکا اصلا تقاضا کنن که بفرستنشون اونجا. من فکر میکنم آمریکا این کار میکنه براشون، امریکا حاضره که بهشون اصلا پاس امریکایی بده که برای سفر به غزه، مصر و اینا اصلا احتیاج به مشکل ویزا نخواد، اصلا همجوری برن. امریکا حتما این کار میکنه براشون، برای نمایندگان مجلس ایران، اصلا به نفع خود امریکاست که این اتفاق بیفته. حالا شاید هم همین تونل هایی که شما گفتید اتفاقا نکته خیلی مهمیه، به خاطر اینکه نمایندگان مجلس ایران خب به هر صورت یکی از کارهایی که انجام میدن عملیات زیرزمینیه و از اون طریق گفتن که ما رو ببرید مصر که از اون تونل ها بریم غزه، یعنی مثل آدم که خب نمیشینن تو ماشین اینا از جایی برن جای دیگه و اینا، گفتم بریم از توی تونل. امیدوارم دولت مصر این محبت رو به ما بکنه، دولت مصر به پاس به هر صورت این اخوان المسلمین اومدن، اینا هزار تا بدبختی تو دو سال گذشته برای ما داشتن، ما یعنی در ایران ملت بارها راهپیمایی دشمن کوب را اواخر داشت زوج و فرد میشد، یعنی در ایران مخصوص همین نمایندگان مجلس هفته های زوج بیانیه میدادن در حمایت از دولت مصر، هفته های فرد فوش میدادن بهش، یا گروه ها و جناهایی که اونجا بودن و بر صورت اینا کلی بدبختی و هزینه برای ما داشتن. من امیدوارم که این محبت رو ملت شریف ما بکنند و نمایندگان مجلس رو دست جمعی سواره، مخصوصا اگر با هواپیمای مالزیایی ببرن که فوق‌العاده است، یعنی نمایندگان مجلس رو سوار خطوط هواپیمای مالزی بکنن، چون اخیرا خطوط هواپیمای مالزی از هر جا به هر جا دیگه میپره یک اتفاقی براش میفته که مثلا تا یه سال میگردن ببینن مثلا کجا چی شد اون هواپیمای، به این راحتی ها دیگه پیدا نمیشن. نمایندگان مجلس ما رو سوار یک هواپیمای مالزیایی بکنن و بردارن ببرن مصر، اونجا دم تونل ول کنن، بگن بفرما برن اون ور توی غزه و پاسخ محکمی به اسرائیل بدن. خب این پیشنهاد امیدوارم شنیده باشین، نماینده های مجلس ولایت هواپیمای مالزیایی هم درست می، یکی از هواپیمای مالزیایی به سرنوشت آیت الله پسندیده که فومیل شد در جمهوری اسلامی، هیچ کس نفهمید که آمد و که رفت. من یه چیزی رو یادم اومد، معذرت میخوام، در این راهپیمایی روز قدس یک سری پوسترهای زیبایی ما دیدیم، یه باور کنید یه سری چیزها توی جمهوری اسلامی هست که مثلا برای ما که مثلا اون نسلی که مثلا الان به هر حال بین 35 و 40 سن نشونه با اینها دیگه، اصلا یه خاطرات خیلی زیبایی رو برای ما مجددا تکرار میکنه. پوستر دسته یه کسی بود، امام موسی صدر را آزاد کنید، آزاد کنید. من خودم شخصا حدود 20 سال بود اینو ندیده بودم و وقتی من این پوستر رو دیدم باور کنید اصلا اشک تو چشام جمع، یعنی یاد خیابونها و شهرها، مثلا یاد شهر و تهران و فلان با اینور و بستنی و مثلا چه میدونم همین خرپلیس که مثلا آقای خامنه ای خیلی یا حضرت سید آیت الله خیلی نگرانش بود، اصلا با همه اینا برای من امام موسی صدر را آزاد کنید. آره، یعنی بعد از ایشون 35 سال پیش اگر مثلا 35 سالش هم بوده 70 من نمید، آزاد کنید، برای اصلا فارغ از خود پیامی که اون پوستر داشت، اصلا همچین چیزی رو دیدن بعد از من احساسم رو متاسفانه نمیتونم الان پوستر امام موسی صدر رو آزاد کنید، مثلا مثل بستنی اکبر مشتی و اصغر مشتی و بستنی منصور شیرینی بی بی و مثلا یه همچین چیزیه واسه ما و من امیدوارم که حالا دیگه بگو نسل ما یادش خاطراتی میفته یعنی داشتید شما آخه اون موقع میرفتن تو با پوستر و امام موسی صدر رو آزاد کنید، ماها به هر حال هر چیزی ما رو یاد اون دوره میندازه، مثلا امام موسی صدر رو آزاد کنیم یاد فیلم های همفری بوگارد و اینا میفتیم. بله برای خودمون هم نمیدیم ولی ما رو هر چیزی یاد اون دوره میندازه. و این پوستر مثلا دست یک خانومی بود، این تصاویرش هست توی خبرگزاری که خودش مثلا 20 سالش هم نبود، این خودش خیلی جاذبه ماجرا رو زیاد میکنه، یعنی این خانم ارتباطی هم با الهام
الهام چرخنده نداره. چرخنده تو تمام راهپیمایی های دشمن کوب یک سری چهره جدید معرفی میشن که امیدوارم چرخ همشون برای نظام به چرخه. برای دشمنان کوبنده من این بکوب بکوب از سر من از میخوام ببینید، برای اینکه ما واقعا کارمون زیاد گرفتاری زیاد داریم، بدبختی یکی دوتا نداریم، به هر حال وقتی که من خواهش میکنم از دشمنان اسلام و مسلمین، خواهش میکنم همینجا تمنا میکنم برای حمله به این عزیزان از هر وقتی غیر از شب استفاده کنن، چون دوباره وقتی شب میرن به اینها حمله میکنن ما هی باید بیایم اینجا توضیح بدیم فلان، باور کن وقت نداریم انقدر بخوایم، ما هزار تا بدبختی دیگه داریم اینجا، کار داریم فلان، و هی بعد هی باز دوباره اینا شب میرن حمله میکنن، اون میاد میگه شب اومدن با نمیدونم یه چیزی به این قطر اومدن به ما حمله زدن تو پهلوم نمیدونم فلان کردن، و بعد ما باید توضیح بدیم که چی بوده و چرا اون حمله چهار بعد از ظهر اتفاق نیفتاده. همینجا من خواهش میکنم که هر کی میخواد به این عزیزان و اون پوستر امام موسی صدر رو آزاد کنید و به اینها میخواد حمله کنه، یه زحمت بکشه بین 10 صبح تا 4 بعد از ظهر آدرس بخونم، من خودم آدرسشون رو میدم، برن هر حمله کنن هر کاری میکنن. متوقع اون موقع نماینده های مجلس گوش بزنگن که کسی حمله نکنه، یکی اینه، ولی برای دشمنان اسلام و مسلمین و طبعا مسلمات امیدوارم این توصیه رو شنیده باشید و عمل کنید. ساعت چند تا چند؟ 10 صبح تا 4 بعد از ظهر زحمت بکشن. با وقت قبلی، یعنی باید مثلا اگه بخوان حمله کنم به الهام چرخنده، حالا با هر چی. اتفاقا سوال خوبی کرد، الهام چرخنده، من اینو سوال کردم، الهام چرخنده بین مریض هم قبول میکنه؟ جالبه، یعنی این همه فداکاری در راه حضرت سید آیت الله خامنه‌ای با به اینجاش هم میزنه. و اون چماق و اینا رو هم دشمن اسلام باید بیاره یا در محل افتیا میکنه؟ ببینید چماق نمادی بود از اینکه ایشون بخواد ابعاد و اندازه رو مثلا در ذهن مجسم کرده باشه، بخواد اینو القا کنه که با چی به من حمله میکنند. حالا دیگه همون اینها. حالا اگه دوستانی علاقمند هستن به نقش چماق در انقلاب اسلامی ایران، میتونن به سخنرانی های اولیه موسوی اردبیلی مراجعه کنن، زمانی که بنی صدر شکایت کرد و چماقداران بود اومدن به طور مفصل راجع به تاریخچه چماق صحبت کردن، که مردم رفتن گفتن آقا بردارید این برنامه رو، ما نخواستیم بذارید چماق بزنن، ولی این برنامه بدتر از چماقه. تاریخ چماق در اسلام، آنچه که موسوی اردبیلی از اصلاح طلبان بعدی بود. اما صحبت اصلاح طلبان شد در همین داستان غزه و اسرائیل، حماس و اسرائیل و اینها، ما دیدیم که کلی آدم ها خارج و بیرون و داخل و همه چیز در روزخونی های سید آیت الله خامنه ای شریک شدن و دوباره کمک کردن به زمینه ادامه همین داستان و کشتار و هر چی که هست و تحریک حماس و هر چی که هست. شریک نشدن، شریک بودن از اول، اینا شریک بودن اتفاقه. من امیدوارم چرخ اینا هم واسه اونا به چرخه. یعنی همه دارن با هم میچرخن دیگه، حماس و اعلام چرخنده و به هر صورت. ببینید وقتی ما تو ایران صنعت نداریم که به چرخیم به چرخه، به هر حال یه عده دیگه برای یه عده دیگه باید به چرخن، یا همه برای هم به چرخن، دور هم به چرخن، نمیدونم. به هر حال فقط باز برای چرخیدن هم من خواهش میکنم 10 صبح تا 4 بعد از ظهر ما هزار تا بدبختی داریم، اینا میذارن ساعت 12:01 شب یا میچرخن و هم دیگه میچرخن. البته من عرض کنم، ببینید این 10 شب 11 شب به بعد الان طبق سیاست های جمعیتی جدید چرخیدن در یک همچین ساعت هایی خب کمک میکنه به 18 برابر شدن جمعیت ایران، منتها جنس حمله فرق میکنه. یعنی اگر اون حملات رو میخوام بکنم به صورت خب فرق میکنه جمعیت زیاد شه، اگه حمله های دیگه ای میخوام بکنم تا 4 بعد از ظهر ما ممنون میشیم. یعنی اینکه در حال چرخش نمیشه حمله کرد، چرخندگی با چما با چیزی، اونجور چرخش خودش یه حمله است، یا وسط حمله باعث چرخش میشه. امیدوارم دشمنان اسلام، مسلمین و طبعا مسلمات توصیه های آقای رضایی رو شنیده باشن، با تعیین وقت قبلی یا بدون وقت قبلی
حمله کنن با چماق بی چماق در محل هم میتونن چماق رو ابتیا کنن. قرآن بسیاری هست در راه سید آیت الله خامنه ای و همینطور در راه حفظ کیان حماس و بلخیه. با به پایان برنامه میرسیم، سپاسگزار هستیم علی رضای عزیز که میدونم سرت بسیار شلوغه در این اوضاع چرخندگی ایران و حکومت ایران. سپاس بسیار داریم از شما که با ما بودیم. ممنون از شما. به پایان این برنامه میرسیم با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، توچا، سند و سبلان، آسماری و کوهساران دراک، الوند، کوه و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، دلهایتان شاد. We'll be right back.